ترتیب انجام عملیات در افاده های الجبری. سلام عرض میکنم شاگردای عزیز، امیدوار هستم جور صحتمند باشین. درس امروز است ترتیب انجام عملیات در افاده های الجبری. شما که در رسم سعی کنین، در رسم شما علامه مختلف را میبینین، مثل جمع، جمع منفی، تقسیم، منفی، خط بار، ضرب، عددهای تواندار، عددی که مخرجش جذری است، قوس متوسط، قوس کوچک و قوس بزرگ میبینین. یعنی این نشان میده که اگر در یک جمله یا افاده الجبری شما سر میخورین به موضوعات که هم جمع میباشم، تقسیم، هم ضرب، هم قوس ها میباشه، شما چی باید بکنین تا او را حل بکنین. هدف درس ما امی است. آله عنوان درس است ترتیب انجام عملیات در افاده های الجبری. میگه هرگاه در افاده های الجبری علامه های چار عملی چارگانه، قوس ها و همچنان دارای مخرج های جذری باشد، به ترتیب زیر عمل میکنیم. به خاطر از این که به یاد شما به یک بار میریم سر میزنیم برای افاده های حسابی و انجام عملیات بالای افاده های حسابی. افاده های حسابی اصل چی است؟ میگه اگر رابطه بین اعداد به اساس عملیه های چارگانه و قوس ها برقرار باشد، افاده های حسابی نامیده می شوند. مثلا یک جمله است، دیج داخل قوس هم است، عملی تقسیم است، بیرون از قوس عملی ضرب است، بنانی یک افاده حسابی می شود. با این ترتیب 18 ضرب 7 منفی 4 تقسیم 2 یک افاده حسابی است که دیج به عوض مشخصا یک عملیه فقط سه عملیه کار شده. به می ترتیب در عدد در افاده 3 منفی 5 جمع 4 دیگه هم دو عملیه وجود داره. پس بنابراین هرگاه در یک جمله به قوس ها عملیه های چارگانه موجود می باشه، به صورت تکراری او را به نام افاده های حسابی یاد میکنن که برای حل افاده های حسابی ما شما همین ترتیب را که آلمه برتان میگیم باید مراد بکنین. ترتیب محاسبه افاده های حسابی. در افاده های حسابی اگر در افاده های حسابی بدون موجودات قوس علامات هم نو باشن، به ترتیب از چپ و راست عملیه صورت میگیرد. چی مانا میده؟ یعنی اگر ما شما افاده داشته باشیم که دو کلش عملی جمع، کلش عملی منفی، یا کلش عملی ضرب و یا کلش عملی تقسیم باشه، ما شما از طرف چپ به طرف راست یک دانه کار کرده میرین. و دومش هست که اگر عملیه ها به صورت چارگانه، سگانه، دوگانه موجود باشه، در اون صورت باید ما شما عبارت هم متوجه باشیم. اگر افاده های حسابی ار چار عملیه داده شده باشن بدون موجودیت قوس، قوس نباشد، اول باید از چپ به راست اول عملیه تقسیم، دوم عملیه ضرب و تعقیبش عملیه جمع و در آخر عملیه منفی انجام میدیم. سوال سومش، در صورت موجودیت قوس ها، اگر قوس ها موجود باشه، با اولا عددی که بالایشان خط بار کشیده شده محاسبه گردیده، بعد از آن به ترتیب اولا قوس کوچک، بعد قوس متوسط و در اخیر قوس بزرگ را رفع میگردد. سعی کنین وقتی که بر شما به صورت واضح تحت سه شماره میگه که اگر کلش هم نو باشه از چپ به راست شروع کو، اگر از چهار عملیه باشه اول عملیه تقسیم، بعد ضرب، بعد جمع، بعد منفی، و اگر قوس هم باشه باید اول اگر خط بار باشه خط بار انجام میدیم، عملیه که در زیر خط بار است، بعد از او قوس کوچک، بعد از او قوس متوسط و در اخیر قوس بزرگ رفع میکنیم. و می ترتیب من برای خاطر از این که شما نامای از اینا را بفهمین، من نامایشان هم به دری نوشته کردیم هم به انگلیسی. اینی خطر اگه در سر عدد ها می باشه ایره خط بار ونکول هم یاد میکنن، این علامه اگه که به نام قوس کوچک یاد میکنن یا پرانتیسس یا کامن برکت، و قوس متوسط به اینی سمبول نشان میدن که برسس برکت یا کورلی برکت یاد میکنن، و قوس بزرگ به نام bracket, square bracket یا box bracket یاد میکنند. این موضوعات در حساب شما مد نظر داشته باشین که به اساس زمین آل ما شما افاده ها را هم به می ترتیب کار میکنیم.
به خاطر از اینکه بخواهیم که یک سوال حل بکنیم در افاده های الجبری، او بود بخش حساب که براتان یک مرور کردم تا در یادتان بیاد. حالا پس دوباره میم سر افاده های الجبری، دیج عدد های تواندار است، عدد هایی که مخرج جذری است، قوس هاست، عملی جمع منفی ضرب تقسیم است، که اینمی پنج شماره را باید ما شما مد نظر داشته باشیم. یکی که اگر در بین افاده ها عدد تواندار می باشد، اولین کار که می کنیم توانا را رفع می کنیم. در قدم دوم می بینیم که آیا در افاده ما قوس ها است. اگر قوس ها بود، با به اساس امی که اول قوس بزرگ کوچک، بعد از قوس متوسط، بعد از قوس بزرگ رفع می شد و به ترتیب اگر عملیه های چارگانه دهش موجود باشه، به ترتیب از چپ به راست عملی ضرب و تقسیم انجام میدیم. در قسمت ضرب و تقسیم فرق نمیکنه، اگر دو عدد سه عدد در پولی آدم در پولی یکی دیگه در حالت تقسیم و ضرب قرار داشته باشه، شما فرق نمیکنه که اول تقسیم میکنین یا ضرب میکنین. میتونین اول ضرب کنین باز تقسیم کنین، و میتونین اول تقسیم کنین باز ضرب کنین. عملیه های جمع و تفریق رو انجام میدهیم، و در صورتی که عملیه های جمع منفی هم باشه دیش باشه، باید به شما به ترتیب از چپ براست عملیه های جمع تفریق هم دیش انجام بدیم. بعد از اون میبینیم که اگر کسر بعض وقت بعضی کسرهای میباشه که مخرجاشان جذری میباشه، باید عملیه ناطق سازی را روی از امو کسر را انجام بدیم تا مخرجشان از جذر خلاص شد. عملیه ناطق سازی چی است؟ براتون عملیه ناطق سازی را یک تشریح میکنیم که نطق سازی یا گویا کردن عمل از بین بردن جذر را در مخرج یک کسر به نام گویا کردن و یا نطق ساختن کسر الجبری یاد میگردد. یعنی اگر در یک سوال الجبری، یک افاده الجبری، شما میخواهید که جذر را از مخرج خلاص بکنین، اینمی عملیه را که انجام میدین تا مخرج از جذر خلاص شود، این را به نام نطق سازی یا گویا سازی یاد می گویا کردن یاد میگردن. باید متوجه باشین اگر جذر x، عمل نطق سازی جذر x عبارت از جذر x است. یعنی اگر شما در مخرج جذر x میبینین، باید صورت مخرجتان را به جذر x ضرب بزنین. عامل ناطق سازی جذر مکعب x عبارت از جذر مکعب x مربع است. یعنی اگر در مخرج جذر مکعب x میباشد، بنان به خاطر خلاص کردن مخرج از زیر جذر، شما باید صورت مخرج به جذر سوم x مربع ضرب بزنین. و می ترتیب عمل ناطق سازی جذر x جمع یک عبارت از جذر x منفی یک است. یعنی اگر در مخرج جذر x جمع یک باشه، شما میدانید که جذر x منفی یک ضرب بزنید تا ایره از جذر خلاص کنند. به خاطر از اینکه شما این موضوع را دقت به صورت دقیق بفهمین، سوالایی که من به سر در سر تخت کار میکنم، شما میتونید به ارتباط از امو این موضوع را رب بتین تا به مو اساس باز ما براتون میگم که در کدام حالت شما کدام عدد ضرب بزنید تا مخرج از جذر خلاص شود. به می ترتیب عمل ناطق سازی جذر x جمع جذر y عبارت از جذر x منفی جذر y است. یعنی اگر در مخرج جذر x جمع y جذر x جمع جذر y می باشه، به می ترتیب شما جذر x منفی جذر y به او ضرب بزنین صورت مخرج شد تا مخرج از جذر خلاص شد. اینمی عملی را به نام عملی ناطق سازی میگه. به خاطر فهمیدن درست شما، توجه شما را معطوف می دارم به سوالات را که من حل می کنم تا شما بفهمین و ببینین که این سوال ها به کدام اساس حل میشه و چگونه میتونیم که این افاده ها را ساده بسازیم. اولین سوال از شاگرده، یک افاده از 3 منفی 2 به توان 4 ضرب 5 جمع قوس 16 تقسیم 4. بنان ما از کدام ایسا باید شروع کنم و کدام ایسا عملیش باید انجام بدون بسیار مهم است. در عدد ها به ما گفته که اگر عدد تواندار بود، اول موضوع توان رفع میکنیم. دیگه میبینم که عدد 2 به توان 4 یک عدد این سرخ ساختیمش، یک عدد تواندار است. بنان اول امی عدد تواندار خلاص شده باید. بنان 3 منفی آل به عوض 2 به توان 4 قیمت شده میبینیم. اگر ما 2 را 4 بار ضرب بزنیم، یعنی دو دو چار، باز چار دو اشت، باز اشت دو شانزده، بنان ای چند میشه؟ شانزده میشه.
باقی مانده چیزا را دالت خودش میگیره. جمع قوس 16 تقسیم 4 ا. حالا میبینیم که توان هیچ عدد نداره، لیکن قوس داریم، قوس کوچک، و در داخلش هم 16 تقسیم 4 است، صرف یک عملی است. بنان اینا ایدم براتون پس چی کردم، سرخ کردم تا شما بفهمین که اول امی قسمت سرخ باید انجام شود. بازم مسایس به اینال باقی مانده اصاره کلش به حالت خودش میگیرین. ضرب 5 جمع آله 16 را به مجرده که تقسیم 4 کنین از قوس خلاص میشه، حاصلش هم می نویسم 4، یعنی 16 را که تقسیم 4 کنین 4 میشه. آله دیجه می بینم که چند عملیه است. یکی عملیه ضرب است، اینه عملیه منفی است و عملیه جمع. ابتدا ما باید از عملیه ضرب انجام بدم. بنان قسمت 16 ضرب 5 اول باید انجام شود. آل سی را خودش هم میگیرم، منفی را هم خودش هم میگیرم. 5 6 ما 3 را صفرش آسل 3، 5 1 5 5 و 3 8 80 میشه وقتی که 16 را ضرب 5 کنیم. جمع 4 آل میبینیم مساویس با مساوی با چند میشه. آل دو عملیه مونده، یکی جمع یکی منفی. بنان 3 اینی 80 با مثبت 4 جمع نمیشه. اشاره اینی 3 مثبت است و اشاره خود 4 مثبت است. بنان 3 با مثبت 4 که مثبت 3 است، ای با ای جمع میشه، یعنی مثبت 3 اینا با اینی مثبت 4 جمع میشه. وقتی که مثبت 3 را با مثبت 4 جمع کنیم، مثبت 7 میده، منفی 80 دگام است. حال مساویس با یک عملی ساده حساب است، از 80 به حساب جا بازی میشه، منفی 73. وقتی که از 80 چی را کم کنی 83 میمانه، مثبت 7 و منفی 80 منفی 73 میشه. این بود سوال اولش. سوال دومش 4 ضرب در 5 تقسیم 2 منفی 3 ضرب در قوس 2 جمع 3 مربع قوس بسته جمع 2. ابتدا برای ما گفته که عدد تواندار را باید رفع کنیم، بنان باید سه مربع را باید رفع بکنیم. بنان هرچی که از دالت خودش میگیریم تا سر سه مربع قیمت اصلیش نشته میگیریم. 4 ضرب در 5 تقسیم 2 انده بالا همون چیز رکز تا همون قسمت کل زیر مده پان پس نشته میگیرم، منفی 3 ضرب در قوس 2 جمع اناله به عوض سه مربع کلش گرفته دمی سر سه مربع که رسید قیمتش میگیریم، سه مربع 9 میشه، 9 قوس بسته جمع 2. آل مساویس با دیجا میبینیم که قوس داریم، اگر واسه هم دالت ضرب است با قوس. اینال اینمی قوس ما باید به مجرد که یک عملیه دارد داخل خود، اینما به علامش سرخ ساختم، دنا 2 جمع 9 است. اگر من میره جمع کنم این قوس خلاص میشه، باز حاصل زیرا با سه دالت ضرب نشته میکنم. اینه 4 خودش، ضرب در 5 هم خودش، تقسیم 2 هم خودش، منفی هم خودش، 3 اناله ضرب حاصل از اینمی 2 و 9 چند میشه؟ 11. به نام دیجه من چند نشته میکنم؟ 11 باز جمع 2. حال دیجه هم عملی ضرب داریم هم تقسیم داریم. در هر جایی که عملی ضرب و تقسیم مساوی دیدین، به هر رقمی که ایا دلتان اول تقسیم میکنین یا ضرب میکنین، دلتان اول ضرب میکنین بعد از او باز تقسیم میکنین. مثلا اول میتونین 5 تقسیم 2 کنین، 2 نیم میشه، 4 2 نیم ما 10 میشه. و اگر ضرب کنین 4 5 20، 20 تقسیم 2 10، در دو صورت 10 را داد. بنان در اینجا عملیه را انجام میتیم و در اینجا که 3 11 است این عملیه را انجام میتیم. اینه هر دو دالت ضرب هستن مساویس با. آله 4 5 20
20 تقسیم به 2 10 به عوض از امیان شما میکنم 10 منفی حاصل 3 11 33 میشه باز جمع 2 آل دو عملیه ماند یک جمع و یک تفریق انال او شتان باشه اشاره ده مثبت است و اشاره دو مثبت است بنان ده با مثبت دو یک جای جمع میشه یعنی مثبت ده با مثبت دو جمع میشه که حاصلش مثبت 12 میشه منفی 33 مساوی است و آله معلوم دار است که اگر عدد مثبت منفی اگر عدد منفی است و عدد منفی قیمت مطلقش بزرگ است بنان جواب آخری منفی میبره آله از 3 که 2 بره 1 و از 3 که 1 بره 2 یعنی منفی 21 میده منفی 21 جوابش ای بود حل سوال دوم بریم سوال سوم و چهارم هم به می ترتیب کار میکنیم در سوال سوم شاگردا 3x مربع منفی 4x ضرب در قوس 2 جمع x است من این دو را با x هیچ کار کرده نمیتونم لیکن قوس است که با این قوس 4x در حالت ضرب است یعنی دینی قسمت که 4x است با این قوس در حالت ضرب است به این شکل خب آل من می 4x با می قوس ضرب میزنم که چقدر میشه اول ابتدا عدد تواندار رفع کرده نمیتونم x مربع را خلاص کرده نمیتونم از این مخاطر از این منطقه شروع کردم پس 3x مربع را خودش میگیرم منفی آله اینی 4x با این قوس وقتی که ضرب بزنم قوس خلاص میشه 4x ضرب 2 4 2 8x میشه باز اینی منفی ضرب اینی مثبت میشه منفی باز 4x ضرب x 4x مربع میشه 4x مربع حالا دیگه میبینیم که دو عدد مشابه داریم یکیش باشین که مدفعان مسایی ببینیم یکیش مثبت 3x مربع است و یکیش هم منفی 4x مربع هر دو رنگش سرخ میسازم براتان اینه به این شکل میبینیم این دو عدد حاصلش اینجا نشته میگنیم چرا حدود مشابه است مثبت 3x مربع و منفی 4x مربع منفی 1x مربع میشه اینال تنها منفی یکش نشته نمیکنم نشته میکنم تنها منفی x مربع وقتی که میره نشته میکنم به این معنی است که اشارهش منفی 1 است عدد ضریب x مربع منفی 1 است بعدش منفی 8 x خودش نشته میکنم این 8 x من هیچ کار کرده نمیتونم بنان این با منفی x مربع جمع هم نمیشه حدود غیر مشابه است این میشه سوال ما تمام شد سوال چهارم است در سوال چهارم 2x منفی 3 ضرب در قوس بزرگ منفی 2 ضرب در قوس کوچک x جمع یک قوس بسته دیگر قوس x جمع دو قوس بسته ضرب در جمع قوس بسته قوس بزرگ جمع 6x تقسیم 2 ابتدا باید ما و شما از قوسای کوچک دیگه شروع کنیم اعداد تواندار نداریم اینال مساویس به اعداد کوچک قوسای کوچک ما که در حالت ضرب است اینی دو قوس است که ما آل رنگش براتان تغییر میدم این دو قوس قوس کوچک است در حالت ضرب است این دو قوس باید ضرب شود باید شما در کتابچه چطر نویستان x جمع 1 و x جمع 2 را ضرب بزنید وقتی که ضرب بزنین چی میشه حاصلش اینا ما براتون در بغلک صفحه همین قوس x جمع 1 قوس x جمع 1 با قوس x جمع 2 ضرب میزنم وقتی که ره ضرب بزنین مساوی است و سعی کنین اینجا x ضرب x x مربع میشه و 1x 2x 3x میشه یاد دارین این 1 و 2 جمع میشه 1 و 2 3 میشه 3x جمع 1 ضرب 2 2 مربع یعنی این برای شما چی را میده x مربع جمع 3x جمع 2 را برتان میده
به نان من دو اکسر خودش میگیرم این دو اکسر منفی سه را تا به میسر نمی دو قوس خودش میگیرم منفی سه زد در قوس منفی دو اینجا آسل ایده در یک قوس نشته میکنم امی قوس اکس جمع یک با قوس اکس جمع دو که ضرب زدین آسلش اینجا نشته کنین این مسایی میشه با اکس مربع جمع سه اکس جمع دو آسلش اینی میشه باقی مانده چیزهایی که هست دالت خودش میگیرین جمع شش اکس تقسیم دو حال مساویس با دیجه سعی کنین بازم اینی دو منفی دو دالت ضرب با این قوس هست اینی منفی دو را با این قوس ضرب میزنیم چرا؟ به خاطر که این قوس از بین بره آله دو اکس خودش اینمی دو اکس خودش هم میگیریم منفی سه را خودش هم میگیریم تا سر اینمی قوس ها کلش خودش هم میگیریم سر دمیج منفی دو رو دینمی قوس ضرب میزنیم داخل قوس بزرگ نشته میگیریم قوس کوچک دیگه به مجرد ضرب کردن منفی دو با این قوس این قوس کوچک از بین میره مسایز منفی سه اینا منفی سه را خودش هم میگیریم قوس بزرگ هم خودش هم میگیریم اینا رو شروع میکنیم به ضرب زدن اینی منفی دو را با اکس مربع ضرب میزنیم منفی دو اکس مربع میشه باز اینی منفی را ضرب مثبت کنم منفی میشه باز دو را ضرب سه اکس کنم دو سه شش اکس باز اینی منفی ضرب اینی مثبت منفی میشه باز دو دو چار این حاصلش چار شد قوس را بسته می کنیم جمع 6 x تقسیم 2 خودش حالا میریم که چی کار بکنیم به خاطر از بین بردن قوس بزرگ در داخل حدود مشابه نداریم که جمع تفریق کنیم منفی 3 را با این قوس وقتی که ضرب بزنیم این قوس خلاص میشه منفی 3 با این قوس دالت ضرب است بنان دو اکس خودش میگیریم شروع میکنیم منفی 3 را ضرب زدن به این قوس منفی ضرب منفی مثبت باز 3 دو 6 اکس مربع اینا 6 اکس مربع باز این منفی ضرب اینی منفی میشه مثبت 3 6 18 اکس باز این منفی 3 با منفی 4 ضرب میخوره منفی ضرب منفی مثبت 3 4 12 جمع 6 اکس هم خودش هم میگیرم تقسیم 2 اینا رو سعی میکنم که دمیج عملی جمع منفی ضرب تقسیم که هست کدامش هم اول انجام بدم دیجا یک عملی تقسیم دارم بنان اول ایره باید انجامش بدم وقتی که 6 اکس تقسیم دو کنین برای شما چی را میده؟ 3 اکس میده بنان در این حدود هرچی حدود مشابه دارین جمعش کنین این مثبت 18 اکس و مثبت 2 اکس است که بدن نال باز در حدود مشابه جمع میکنیم بنان تا به اینمی قسمتش اینه تا به اینمی جره که عملی جمع است به اینمی ترتیب کلش هست نشته میکنیم تا به این قسمت اما زیرا به مو ترتیب خودش نشته میکنیم چیزی که هست اینه دو اکس جمع شش اکس مربع جمع اجده اکس جمع 12 جمع 6 اکس که تقسیم دو کنی 3 اکس میشه آله مساویس با میری میبینیم در اینجا کلش دالت و جمع و تفریق مانده حدود مشابه را جمع میکنیم یکی 2 اکس داریم در اینجا حدود مشابه یکی جمع 18 اکس داریم و یکی هم جمع 3 اکس 3 حد مشابه داریم که عرصه زیره که جمع کنی مثبت 2 اکس و مثبت 18 اکس مثبت 20 اکس مثبت 20 اکس جمع 3 اکس مثبت 23 اکس مثبت 23 اکس
جمع انال جمع 6 اکس مربع دیگه حدش مشابه به این نداریم، خودش هم میگیریم جمع 6 اکس مربع و جمع 12 دیگه حدد ثابت هم نداریم، ایران خودش هم میگیریم. یعنی جوابش مساوی با مثبت 23 اکس جمع 6 اکس مربع جمع 12. ده سوال پنجم، جذر مکعب 5 در 8 است. هر وقت به یک حالت سر میخورین شما باید صورت مخرج باید به شکل جذری جدا جدا نوشته بکنین، یعنی در صورت علایده امی جذر سوم 5 و در مخرج عین شکل علامه جذر سوم 8. حال وقتی که سعی کنیم که آیا کدام عدد از اینا میتونه از زیر جذر برایه، 5 نمیتونه، بنان 5 به می حالت اولی خود که از در صورت نو به مو ترتیب می، یعنی در صورت کسر جدید ما شما جذر 3 به توان 5 به مو حالت خودش باید نوشته بکنیم، یعنی جذر 3 5 اینا. حال در مخرج سعی میکنیم جذر 3 8 2، پس یه به عوضش 2 نوشته میکنیم، اگر 2 3 بار ضرب بخوره 8 میده، از او خاطر جذر 3 8 2 مبرایه. بنان چون این عدد مخرجش جذری نیست، امی افاده تا امی قسمت ساده شده که کفایت میکنم. سوال بعدیش است که جذر 2 8 اکس مکعب وای مکعب است، از این باید یک قسمت جدا بکنیم که از زیر جذر برایه. بنان ما شما جذر خودش میگیریم، میریم عددا را تجزیه میکنیم، 8 به عوضش من نشته میکنم 2 ضرب 4 2 4 8 میشه، به عوض اکس مکعب وای مکعب این رقم نشته میکنم که اکس مربع ضرب اکس، یعنی اکس مربع ضرب اکس کشه پس اکس مکعب میده، این شکل اینمی رقم ضرب به عوض وای مکعب هم نشته میکنم وای مربع علایده وای مربع و بعد از او ضرب خود وای که کنمش وای مکعب میده. بنان می ره تجزیه کردم در زیر جذر، این حالا امو قسمتایش که از زیر جذر برامده میتونه او یکی 4 اکس مربع است و یکی هم وای مربع است، یا از زیر جذر بیرون شده میتونه. بنان جواب از این چی میشه؟ جذر 4 2، از اکس مربع اکس، از وای مربع وای، چی در زیر جذر مون؟ 2 اکس و وای. بنان یک جذر نشته میکنیم، همون چیزایی که در زیر جذر مانده اونا رو کلش در حالت ضرب در زیر جذر نشته میکنیم، تو x y در زیر جذر مانده دیگه. این سوال و می ترتیب سوال هفتم است. در سوال هفتم هم شما ببینین جذر است که اینجا در قسمت 49 که زیر جذر دیگه است، این مربع کلش از زیر جذر برآمده میتونه. بنان مساویس با جذر اولی را خودش میگیریم، اینا جذر اولی با حالت خودش در زیرش هم سه ای را نشته میکنیم، باقی مانده از اینی قسمت ما جذر میگیرم، اگر ما جذر بگیرم از این قسمت را که ما رنگش را سرخ کردیم در زیر جذر میمونه، از جذر 49 افت میشه، از ای مربام ای میشه. حالا میبینیم که کدام از اینا میتونه از زیر امی جذر خلاص شون. خب اول باید عددا که کلش دالت ضرب است خودتان باید این دالت ضرب نشته کنی، یک جذر میگیریم و در این جذر حاصل ضرب 3 افت، چون از زیر جذر نمیبره 21 نشته میکنیم، 3 افت 21 میشه، ای ضرب ای ای مربع میشه، بنان نشته میکنیم ای به توان 2. حال ای مربعش پس دوباره از زیر جذر میتونه برای این حال مساویس به 21 در زیر جذر میمونیم و ای مربعش این قسمت ای مربع از زیر جذر برآمده میتونه، ما سرخ ساختیمش مساویس به
ای مربع که زیر جزر برای امیشه در زیر جزر 21 میمونه. پس 21 در زیر جزر به موالت خودش نشته میگلیم. ای ضرب جزر 21. ای بود حل از این سوال. سوال اشتم که است، سوال است که مخرجش دو عدد جزری است. برای ما گفته که هر وقت جزر x منفی جزر y باشم، مزدوجش جزر x منفی جزر y است. اگر منفی بود مثبتش است. یعنی این شکل جزر x منفی جزر 3 داره که با مزدوجش عین شکل خلاف علامه باید صورت مخرج ضرب کنیم. یعنی کسر اولی را خودش میگیریم با موالت اولش، کسر اول صورتش از 1، مخرجش از جزر دو منفی جزر 3. حال اینمی کسر را ضرب میزنیم با یک کسر دیگه که صورت و مخرجش مزدوج از اینی باشم. مزدوج از این چی است؟ یعنی جزر دو هرچی که است اولش جزر دو، اینم هم جزر دو میگیرم، علامه وسط سعی میکنم منفی است، پس ایره مثبت میگیرم. اگه مثبت بود ایره منفی میگیرم. جزر 3 است، پس جزر 3 را با حالت اولش نشته میکنم، این جزر 3. اینمی را در صورت هم ضرب میزنم، یعنی صورت مخرج ضرب عین چیز میکنم. جزر دو جزر دو جمع جزر 3، اینه صورت مخرج را به می ضرب میزنیم. وقتی که صورت ضرب بزنیم مساویس با سعی کنین یک ضرب می صورت کنین، هرچی که در می صورت بود خودش را میگیریم. بنان در صورت از جزر دو جمع جزر 3 امیر خودش را میگیریم، ضرب 1 کشه و خودش میده. این جزر دو جمع جزر 3. در مخرج سعی کنین این جزر دو با جزر دو ضرب میخوره، جزر دو مربع دو را میده دو. اینی منفی ضرب مثبت میشه منفی را میده. باز جزر 3 ضرب جزر 3 3 میشه. اینه در گویاسازی کسرات در جزر را خوانده باشین. حالا مخرج شد دو منفی 3، اینه باید خلاص کنیم. صورتش اون جزری شد، مساییز با مخرج از جزر خلاص کردیم، پس مساییز با کسر در صورت اونمو جزر دو جمع جزر 3، جزر دو جمع جزر 3، و در مخرج مثبت دو منفی 3 میشه منفی 1. انال هر اشاره صورت به منفی 1 تقسیم میشه. بنان این مثبت از تقسیم منفی شوه، منفی جزر دو را میده منفی جزر دو، و اینی مثبت تقسیم منفی شوه باز منفی را میده جزر 3. حاصلش منفی جزر دو منفی جزر 3، یک در مخرج مانا را میده. پس حاصلش منفی جزر دو منفی جزر 3 است که یک در مخرج مانا نمیده، اشاره رو تقسیم کرده. این بود حل فعالیت ها. آده میریم روی تخته انشاءالله درس های اصلی را که سوال ها از کار میکنیم تا ختم فصل. سوال اول از شما، یک بر دو ام منفی 3 ضرب در قوس 5 ضرب در ام منفی 1 بر دو منفی ام ضرب در قوس منفی منفی 6 قوس کلان دست در تقسیم. با شما از قوس کوچک شروع می کنیم. می بینیم که 5 گوی قوس کوچک در حالت ضرب است. بنابراین ما شما می 5 اول ضرب می قوس می کنیم. دیگر کل چیزا را به معالت خودش می گیریم. یک بر دو ام خودش منفی 3 ام خودش، کاوس بزرگ، کاوس متوسط، 5 ضرب ام، 5 دم میشه.
مثبت ضرب منفی منفی. 5 ضرب 1 بر 2 5 با صورت ضرب میخورم. 5 1 5 بر 2 میشه. مثبت ضرب منفی منفی 5 ضرب m باز میشه. 5 m کاوس متوسط بسته است باز منفی m منفی 6 کاوس بزرگ تقسیم 2. حالا چی میکنیم؟ در داخل کاوس متوسط اگر سعی کنیم جمع اینجا مثبت 5 و منفی 5 به یک دیگه خلاص میشه. منفی 5 بر 2 میمونه که رو من از کاوس میکشم منفی هم و منفی 6 همکارش میگیرم. منفی 6 عدد ثابت است در بالی منفی 5 بر 2 روشتش میگیرم. مسایی سوی 1 بر 2 خودش 1 بر 2 ام منفی 3 ضرب در کاوس بزرگ کاوس متوسط. گفتیم کاوس متوسط نمیگیریم چون منفی 5 بر 2 بیا مانده. منفی 5 بر 2 باز داخلش منفی 6 اول بگیریم بعد از او باز منفی نمه بگیریم. باز کاوس بسته تقسیم 2. حال مسایز سکرین دیگه ما فقط منفی 5 بر 2 و منفی 6 با یکی دیگه در یک چطر نویز میرم ضرب میکنم که چند بشه. وقتی که سعی کنید در چطر نویز برین منفی 5 بر 2 منفی 6 جمع کنین مخرج 6 1 است مخرج مشترک 2 رو میگیریم. 2 تقسیم 2 1 ضرب منفی 5 منفی 5 باز منفی 2 تقسیم 1 2 2 6 12 حال منفی 5 و منفی 12 منفی 7 بر 2 میشه. بنان آسه دیده تا منفی 7 بر 2 شد. حال در جایش که رسید ما قیوز زمون منفی 7 بر 2 وزه میگم. حال 1 بر 2 خودش امام خودش منفی سیام خودش ضرب در کاوس انال آسل از این منفی عبده بر دو شد. منفی عبده بر دو باز این منفی امام خودش هم میگیرم باز آکلش تقسیم دو. حالا نه اینجا سعی کنیم در اینجا دو عملیه داریم. یکی سه ضربی کاوس شده و از یک طرف دیگر تقسیم دو شده. بنابراین اگر ما عملیه تقسیم ام به ضرب تبدیل کنم به این شکل روش فکر نمیتونم مسئلیس با یک بر دو ام خودش هم میگیرم حال منفی سه را هم خودش هم میگیرم ضرب در کاوس منفی اب دی بر دوست منفی ام کاوس بسته تقسیم دو را نشته میگیرم تقسیم به ضرب تبدیل میگیرم کسر دو ما سرچپ هم میگیرم دوس دو مخرجش یک است سرچپش یک بر دو میشه. حال از این طرف منفی سه را ضرب میزنم از اون طرف یک بر دو را ضرب میزنم. خیچه را این را کم نشته نکنم که یک بر دو ام خودش منفی سه را منفی شه خودش را میگیرم این سه مخرجش هست یک سه را هم رای صورت ضرب کنم سه یک سه بر یک دو دو این هر دو امین کسر مشخصن با منفی سه بر دو ضرب میزنیم منفی هفته بر دو و منفی ام حال ضربش میزنیم مساویس بر یک بر دو ام خودش ما از این طرف علامه ضرب میفرم منفی ضرب منفی مثبت سه بر دو ضرب هفته بر دو شد سه هفت ده سه هفت 21 آسل 2 3 1 3 3 و 2 5 5 و 1 بعد 2 2 4 حاله منفی ضرب منفی مثبت 3 بر 2 ضرب ام 3 بر 2 ام حاله این 1 بر 2 ام با 3 بر 2 ام باید جمع شد پاولی یکی دیگر نشتهش میکنیم 1 بر 2 ام جمع 3 بر 2 و جمع 51 در 4 هم خودش هم میگیریم جمع 51 در 4 حال این اینجا 1 بر 2 را با 3 بر 2 کردوش اشارای مثبت دارد در چطل نویستان کار کنیم 1 بر 2 را با 3 بر 2 که جمع کنیم 4 بر 2 میشه 4 تقسیم 2 2 میشه بنابراین 1 بر 2 را با 3 بر 2 که جمع کنیم حاصلش 2 ام میشه
جمع 51 در 4 خودش میماند، جمع 51 در 4 حاصل عدد ثابتش است، این دو این جمع 51 در 4. سوال دیگه است، دو اکس منفی یک منفی کاوس بزرگ منفی دو ضرب در کاوس کوچک، اکس جمع دو کاوس بزرگ بسته جمع دو اکس در سین دو ضرب در پنج اکس. حالی سوال از کجا شروع کنیم؟ ابتدا از امی منفی دو که با ای کاوس دالت ضرب است از این شروع مساوی است، دو اکس هم خودش هم میگیریم، منفی یک هم خودش هم میگیریم، منفی کاوس بزرگ حال منفی ضرب مثبت منفی دو ضرب اکس دو اکس میشن، منفی ضرب مثبت منفی دو دو چار میشه داخل قوس بزرگ، جمع دو اکس تقسیم دو ضرب پنج اکس. حال اینی منفی را با این قوس که ضرب بزنیم خلاص میشه قوس مساییست و دو اکس خودش منفی یک هم خودش منفی ضرب منفی مثبت دو اکس منفی ضرب منفی مثبت چار بعد از او باقی ماندهش بودش مصبت دو اکس تقسیم دو ضرب در پنج اکس. حالا میبینیم که دیجا قوس ها مکمل خلاش حدود مشابه را پیدا میکنیم، اینجا دو اکس دیجا داریم و دو اکس هم دیجا داریم، دو اکس و دو اکس بیشه چار اکس و منفی یک و مصبت چار داریم، حاصل از یام میشه مصبت سه. در اینجا حالت ضرب و تقسیم از اونا را خودش هم میگیریم، دو اکس تقسیم دو این دو که تقسیم دو شد با ضرب پنج اکس. حال اینی سواره که دو اکس تقسیم دوست حل میگیریم، چار اکس خودش جمع سه جمع دو اکس تقسیم دو یک دانه اکس ضرب پنج اکس. حالی دو تا ضرب میخورم مسیح و چار اکس خودش جمع سه جمع پنج اکس ضرب پنج اکس میشه پنج اکس مربع. بنان اول مربعش بگیریم مثبت پنج اکس مربع، بعد از اون چار اکس بگیریم اشاره چار مثبت است اینم مثبت چار اکس و جمع سه را داخلش بگیریم که ترتیب و منظم هم شد. این بود حل سوال دوم. شاگردان عزیز، در بخش ناطق سازی کسرا چهار سوال از در کتاب ما شما اینا حل در سوالا بر ما در عبارت ها گفته، ما بر شما درس دادیم در ابتدای درس گفتم برتان وقتی که ببینیم مخرج جذر اکس باشه بدان بخاطر از بین بردن این جذر خود از این جذر میگیریم، از جذر اکس خود جذر اکس است، عملی ناطق سازی جذر اکس خود جذر اکس است، خوشدار باشه. بنابراین چی میکنیم؟ همین کس را خودش هم میگیریم نه توی بر جذر اکس صورت مخرج زیرا و می جذر ضرب میکنیم، هر وقت جذر دو را ضرب جذر دو کدیم مسیح به دو میشه، جذر سه را ضرب جذر سه کدیم مسیح به سه میشه، و چی خاطر؟ که از دو جذر یک جذر را میگیری سه را ضرب سه کنیم سه مربع میشن، مربع و جذر خلاص سه مربع میشن. بنابراین مساوی است با وقتی که صورت هم ضرب بزنم دو ضرب جذر اکس دو جذر اکس میشه و مخرج جذر اکس ضرب جذر اکس کنم چی میشه؟ اکس. این یک عدد بود که دوی با جذر اکس بود ولی ما دو جذر اکس بر اکس ساختمش مخرج از زیر جذر خلاص کردم، این همی عملیه رو ناطق سازی میگن. دوی با جذر سیوم اکس ما از جذر سیوم اکس برتون گفتم عامل ناطق سازی جذر سیوم اکس مربع است، بنابراین بخاطر از اینکه مخرج از زیر از بین ببریم جذر سیوم اکس این حال توان ای چند است؟ یک است، ضرب در جذر سیوم امی عدد با توان دو باشه که دو یک سه شود ای مربع. حال مساوی است با دو ضرب جذر خودش دو جذر سوم این مربع در زیر جذر کشیده نمیتونیم چرا توان از این درجه جذر کدر کوچک است و جذر سوم ای ضرب جذر سوم ای مربع میشه جذر سوم ای ضرب ای مربع ای میشه ای مکعب.
آل مکعب به جذر خلاص پس مسیج و دو جذر سوم ای مربی و چند میشه؟ ای اینه مخرج از زیر جذر برابر. آل وقتی که دو عدد بود و خصوصا جذر مربع بسیار ساده است، ایره از درس مزدوج پیدا میگیریم که شکل ای مربع منفی بی مربع را پیدا کنه که به دو قوس ای منفی بی و ای قوس ای مثبت بی تجزیه شود. ای مربوط بر امی افاده میشه. حال با استفاده از امی میتونیم که قوس مزدوج شکل رشته بکنیم. از جذر اکس منفی یک جذر اکس مثبت یک است. در قاعده براتان گفته شده. بنان امی ای منفی یک و در مخرج که جذر ای منفی یک است، صورت مخرج از ایره به جذر چند ضرب میکنیم؟ این مخرج رو سعی کنیم جذر ای منفی یک است، تا میجه نشته کنیم جذر ای جمع یک. اگه ایجه بود جذر ای جمع یک، تو نشته کنیم جذر ای منفی یک. اگه بود جذر سه منفی چهار، نشته کنیم جذر سه مثبت چهار. و مخرج هم این شکل جذر ای جمع یک. صورت مخرج رو وقتی که من ضرب کنم، صورت قوسش یک قوسش ای منفی یک است، قوس دیگهش جذر ای جمع یک. و در مخرج جذر ای منفی یک ضرب در جذر ای مثبت یک بشه، جذر ای ضرب جذر ای، ای مربع میشه از این جذر مربع، این منفی ضرب مثبت منفی و یک ضرب یک یک، مخرجش از این جذر برابر. اگر من مخرجش یک قوس بگیرم، بنان یک قوس صورت با یک قوس مخرج خلاص میشه، مسیح به در صورت میمونه جذر ای جمع یک، خارج جذر ای جمع یک آخر جوابش. به می ترتیب پایین جبر جذر دو منفی جذر سه است. اگر بخواین مخرج زیره رویا بسازید و از جذر خلاص بکنید، بنان ضرب مزدوجش باید شد اینال صورت از پنج مخرج جذر دو منفی جذر سه است. این صورت مخرج تام ضرب جذر دو تام جذر دو بگیر، این منفی است مثبت جذر سه است تام جذر سه بگیر. اگر عدد بود عدد بگیرش، جذر دو جمع جذر سه مسایی است. بعد پنج ضرب صورت میشه پنج ضرب در جذر دو جمع جذر سه. بعد در مخرج جذر دو ضرب جذر دو دو منفی جذر سه ضرب جذر سه سه مساوی است. و حاصل مثبت منفی سه مثبت دو منفی سه منفی یک میشه. در صورت از پنج ضرب در جذر دو جمع جذر سه در مخرج از منفی یک، یعنی اشاره مثبت یک و منفی تقسیم میشه. بالاخره برای شما چی را میده؟ اینه دی سوال اول پاک میکنم، در جای سوال اول نشته میکنم مثبت تقسیم منفی منفی پنج تقسیم یک پنج میشه دیگر، منفی پنج ضرب در قوس جذر دو جمع جذر سه یا جواب سه است. و اگر منفی پنج را شما ضرب میکنین، منفی پنج ضرب جذر دو منفی پنج جذر دو میشه، و منفی ضرب مثبت منفی پنج جذر سه آخری جوابش. این بود حل سوالاتم. امیدوار هستم که سوالای تمرین خودتان حل بکنید و سوالای البته تمرین فاز پنجم رو همیشه امتحان میگیرم. امیدوار هستم که بتوانید موفق و کامیاب باشید. سلامتیتان آرزو می‌کنم. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.